حالا تو حالتی که دو تست پشت سر هم میومد، اگر چهار نظر مطابقت نکنه، یعنی یک کیش هم مطابقت نکنه، سه دوم میشه مضاف الیه. خیر مبتداست، امور الف و لام داره، خبر نمیشه. ببین وقتی که خبر نمیشه سجست کنخود نشین فکر کن خدایا چی میشه، هیچی اصلا دیگه، یا صفت یا مضاف الیه، ما نقش دیگه ای نداریم. یه بار دیگه تکرار میکنم، نقش دیگه ای نداریم که اصلا بخواد اینجا بیادش، یا صفت یا مضاف الیه. الان خیر مفرد امور جمعه، یک دو اصلا نظر معرفه نکره. ببینید یا کن جدا جدا باید حسابش کنیم. بعضی ها میگن اه خب خیر معرفه به اضافه است، خودت داری میگه اضافه، اضافه یعنی مضاف الیه، طرف تو ذهنش اینو میگیره معرفه به اضافه، بعد اینو میشه صفت. خب اگه این صفت بشین به کی اضافه شده بعدن؟ جدا جدا. ببین خیر رو جدا حساب کنی نکره است، ولی امور معرفه است، پس با هم مطابقت نمی کنه، پس امور میشه مضاف الیه مجرور. صفت اعرابش تابع بود، صفت عطف بیان تابع بودن اعرابشون، یعنی متغیر بود، تبعیت میکرد کلمه قبلش، ولی مضاف الیه اعرابش همیشه مجروره. خبر دومی میشه خبر، ها ضمیر، ضمیر به اسمی چسبید دوباره میشد مضاف الیه، به اصطلاح عاقبت هم که حالا تمیز کاریش نداریم. جمله بعدی، آها به من این جمله رو مثال زدم مخصوصا، این جمله تو جمله اولم داشتید. بعضیا میان معنی میکنن، تو رو خدای کار نکنی، طرف صحبت با معلم هاست، با ترجمه چرا یاد میدید به بچه ها؟ مگه فارسیه که میگن آقا از تو بذار یا تر و تری بذار جواب داد صفت نهید مضاف الیه؟ ببین ما همین عبارت رو توی جمله اول داشتیم، اونجا تلامیز الف و لام داشت، این شد صفت، الان میشه مضاف الیه. چرا؟ چون جدا جدا با هم مطابقت نمی کنم، یعنی رأی تو فعله، تو فاعل تلامیز مفعوله. جمله اول معنیش می شد دانش آموزان کوشا رو دیدم، اینجا میشه دانش آموزان کوشا رو دیدم، پس اگر بر حسب فارسی بره بعد دیرم صفت بشه دیگه، پس نکنید این کارو معلم های عزیز. خب پس اینم بعد الان صفت بشه دیگه، درسته که اینطوری نیست، سوال کنکورم بوده. خب که متاسفانه خیلی از بچه ها اینو صفت گرفتن به خاطر همین موضوع که بعدن ترجمه کردن درست. الان تلامیز به اصطلاح میشه مفعول منصوب. ببین جدا جدا حسابش کن، تو اون دو تا جمله اول تلامیزمون یا الف و لام نش یا به نا اضافه شد، چون معرفه به اضافه، ولی الان تلامیز چجوری معرفه است؟ هیچ جور. الان جدا جدا، ببین دارم میگم جدا جدا، تلامیز نکره است، مجدی معرفه است، پس معرفه نکرهش با هم مطابقت نمیکنه، مجدی میشه مضاف الیه. پس ببین قاعده رو ما اجرا میکنیم نه ترجمه رو. پس یکی از اون موارد مطابقت نکنه میشه مضاف الیه. چند تا نکته داریم که مضاف الیه بهمون کمک میکنه. نکته اولمون اینه که مضافیش الف و لامو تنوین نمیگیره، یعنی تو اگر اسم اول رو دیدی الف و لامو تنوین داره، دومی دیگه نمیتونه مضاف الیه باشه، اگه بین صفت و مضاف الیه شک داری حتما صفته. نکته دوم خیلی مهمتره، تقریبا جزو نکات حتمی کنکوره، اسم مثنا و جمع مذکر سالم، نه هر جمعی، مثلا تو شیاطین رو جزوی نذار، مساکین رو جزوی نذار، شیاطین که جمع مذکر سالم نیست که، جمع هست یه اون هم داره، جمع مکسره. مثنا و جمع مذکر سالم یعنی آنه و عینه، اونه و اینه، مؤمنانه، مؤمنینه، مؤمنون و مؤمنی. گفته در حالتی که مضاف بشه بعدش مضاف نبیاد حرف نونش حذف بشه، اینو بابا نکته 100% یادداشت کن. مثال تلمیزانه میشه دو دانش آموز، میخواسته بگه دو دانش آموز مدرسه، نمیتونه بگه تلمیزان مدرسته، باید بشه چی؟ تلمیزا مدرسته. خود اون علفه نشانه مثنا و اعراب مرفوع بودنش هم هست. میخواد بگه معلمهای تو، خب ضمیر که به معلمینه اضافه شده، معلمینه که اگر دیدید کنکور میزنی غلط، میشه معلمی که. پس بعد از مثنا و جمع مذکر سالم اگر مضاف الیه بیاد نونش باید حذف بشه. خبرتون از کنم که کل دیدی اونجا گرفتم سری بعدش مضاف الیه، یه سری اسم داریم حتما لغت بعدش مضاف الیه، به اینو میگیم اسمی دائمان اضافه.
زو کل غیر انده قبل بعد بعض فوق عوامه این سه تا نقطه چین چیه؟ اصلا اکثر ظرف های مکان مفعول و فیای مکان بودش ظرف های مکان. خب مثلا میگه تحت زیر، خب زیر چی؟ مثلا میگه تحت المنزلت زیر میز، اون منزلت میزه میشه مضاف الیه، پس بعد بعدش حتی یه مضاف الیه بیادش. پس ببین کل رو دیدی دیگه فکر نکن، مبتدا پس تلامیز میشه مضاف الیه. خب بریم سراغ تستامون. تستای بی نظیر رو واسط انتخاب کردم، گفته کدوم گزینه صفت نداره. ببین همیشه بهت یاد دادم تو همه درسا، تو مثلا منصوبات هم همینطوره، میگه کدوم گزینه مفعول مطلق نداره، اونایی که داره رو پیدا کن. تست رو برعکس بزن، تست رو برعکس بزن، یادت نره. میگه کدوم گزینه صفت نداره، اونایی که داره رو باید پیدا کنیم. توی یک عقل مبتداست، سیف خبره. خب بیاد که مبتدا خبر شد، الان دیگه کلمه قاطع چیزی نمیتونه باشه اصلا، نداریم یعنی چیز دیگه ای، یا صفت یا مضاف الیه. خب الان قاطع میشه صفت برای کلمه صیف. تو دومیه خب ببین صفت یه بار باید مرور کنم، شماره دو و سه صفت یا باید اسم اشاره و عیت ها داشتیم یا موصول، یه زد تابلو بود. حواست میشه به شماره یک و چهار، مدل شماره یک و چهار باشه، تو یک یا دو تا اسم داشتیم باید رو شک میکردیم، تو چهار یا یک فعل قبل از اسم نکره. بیان ما اینجا اسم موصول اسم اشاره این که نداریم، تو چشمون میاد سریعتر راحتتریم. دو تا اسم که اصلا بهش شک بکنیم. خب ببینیم فعل داریم قبلش اسم نکره باشه؟ آره، یقربا دارم قبلش هم کلا شیء نکره است، پس اینجا یقربا صفت یا همون جمله وصفی است، پس دو هم داره. تو سه تابلو هوا و رقیق، ریح و شدیدت هم داریمش، پس این سه تا صفت داشت، پس رد خور نداره، با قاطعیت میزنیم گزینه چهار. پس ما تو شماره چهار ببین نه دو تا اسم داریم به هم بخوایم شک بکنیم، نه اسم اشاره و موصول داریم، نه فعل داریم که قبلش اسم نکره بیادش هستن. دیدی؟ خیلی خوب تسا اینو خیلی خوب یاد بگیریم. پس ای استاپ کن، فکر کن روش، کار کن، بعد دوباره بزن جلو. ببین دسته بعدی باز گفته کدوم گزینه صفت نداره، این تسته حالا مجزای صفت بوده، اینا رو یاد بگیری بعد توی شکل توی درسای دیگه هم به صلاح قشنگ مسلط میشیم. خدمتتون عرض کنم که تو شماره یک داریم سیارت نکره است، کانت صغیرت جدا صفت یا همون جمله وصفی است. تو دومی من نه اسم اشاره موصول میبینم، نه به قول معروف دو تا اسم که پشت سر هم اومده باشه بخوام بهش شک بکنم. خب مثلا ایام مضاف الیه، اسم هم مضاف الیه هستن. خدمتتون عرض کنم که و فعل هم ندارم وسط جمله که قبلش اسم نکره باشه، قاعدتا باید دو بشه، ولی سه و چهار هم چک کنیم. تو سه اعمال حسنت، اعمال چون جمع غیر انسان بوده مفرد مؤنث گفتم حواست باشه میاد. تو چهارم اطعمت به صلاح نکره است، یحتاجان باز جمله وصفیشه، پس گزینه دو 100% جواب ما میشده. تست بعدی اکثر فرمت تست روی یک حالته، یه چند تا هم که تفاوت داشته خیلی قدرتمند بوده واسه گوشم رو اعراب و اینا کار کرده، کرک زده، کرکارو بهت یاد میدم. باز گفته کدوم گزینه صفت نداره، اینو خودت حساب کن اول حل کن. خب تستا رو اول حساب کن حل کن بعد با من مقایسه کن. تو یک داریم ابی المریض، پدر مریضم، ضمیر یه مضاف الیه، مریض صفت ابه. تو دو داریم عالما نکره است، جمله وصفیه داریم بعدش. تو سه داریم سریعت صفت سیارات یا همون سیارت، فرقی نمی‌کنه. خدمتتون عرض کنم که مطابقت میکنه، چون این معرفه به اضافه است، اونم معرفه است، جفتشون مؤنثن. خدمتتون عرض کنم که توی چهار باز نداریم چیزی که بخواد روش شک بشه، پس توی چهار ما صفت نداشتیم اصلا. یکی دیگه از جمله‌ای که صفت نداره، اینو تستای چون قوی بوده باعث میشه تمرین خوبی بکنیم. خب حلش کن. خب حالا از استاپ خارج کن با من چک کن. توی یک حکایت نکره است، ما سمعناها جمله وصفیه است. توی دو
اولاد الصغار. صغار صفت چیه؟ اولاده. صغار جمع کلمه صغیر، اولاد هم که جمع باز معرفه به اضافه شده، به خاطر این صغار صفتش هم معرفه است. پس اینجا هم صفت داریم. تو شماره 3 هم که خیلی مشخصه عملا شایعن داریم. تو شماره 4 طرح خواسته چی رو کار کنه واسهت؟ میخواد ببینیم تو مبکرین رو میگیریش به عنوان به صلاح صفت، منطقه صفت کی میخوایی بگیریش؟ با کسی مطابقت نمی کنه. اینجا این کلمه در از حال بوده، در از که به واوی اصلانی یا تنامیز برمیگشته، برابر این گزینه 4 میشده جوابش. آها، اونایی که واسط زدم چی بود؟ گفت کدوم گزینه صفت نداره. اینو نگاه کن، کدوم صفت جمله نیست؟ جمله وصفیه چی بود؟ یک فعلی که قبلش اسم نکره می اومدش، درسته؟ خب حالا گفت کدوم نداره، اونایی که داره رو بریم پیداش کنیم. خدمت عرض کنم که ببین، یه دونه فعل آمنتو دارم اینجا فقط که خبر ان اساسن. تو میگی ایمانا نکره است، خب باشه، کو فعل بعدیش؟ به ربی الکریم که خب اسمن. ما الان توی یک فعل ندارم قبلش اسم نکره باشه، یعنی 100% یکه. ولی بریم گزینه‌های دیگه هم چک کنیم. تو 2 ما نکره است، احیاء میشه حیاء بوده، تو باب افعال بوده احیاء در اس که علال داشته، به سلام شده جمله وصفیه. توی 2 نعم نکره است، پس اعطاها میشه جمله وصفیه. توی 4 علوم نکره است، پس تفیدهم میشه جمله وصفیه. پس قاطعیتمون در 1 درست بود.